85%. سال گذشته 85% از اووردوز ها به فنتانیل ربط داشته. اووردوز پارسال 365 نفر رو در ونکوور کشت، یعنی روز یک نفر. الان دیگه تو ونکوور هروئینی تو بازار نمونده. هر چی هست یا فنتانیل یا مشتقاتش که تو کف خیابون دست به دست میشه. 55 تا از دوستای من مردن. اوایل طوری شده بود که هر آخر هفته 3 تا تشییع جنازه می‌رفتن. بخش مهمی از فنتانیل غیرقانونی تو ونکوور از چین میاد. از طریق پست. هر جا که بازار مواد مخدر مورفیندار وجود داره، دیر یا زود باید منتظر ورود فنتانیل باشن. آدما برای تغییر زندگیشون اول باید زنده بمونن. یه دستتو بذار رو اون یکی محکم و سریع، حداقل 30 ثانیه، هر ثانیه دو بار و هر بار 5 سانت قفسه سینه رو فشار بده پایین. سخت‌ترین قسمت این اپیدمی اینه که تموم بشو نیست، یعنی مثل یه کنسرت موسیقی یا یه مراسم مشخص نیست که میدونی کی شروع میشه و کی تموم میشه و میتونی براش برنامه بریزی. 7 سال پیش که من شروع کردم به ندرت میدیدی یه نفر تو اورژانس تلفنی احیای قلب و تنفس مصنوعی بده. انقدر کم بود که مدیر شیفت میرفت پشت بچه‌ها وای میستاد تا اطمینان خاطر بهشون بده. اما الان روزایی هست که همه اینجا دارن با هم از پشت تلفن احیای قلب و تنفس مصنوعی میدن. مرکز اورژانس و امداد استان بریتیش کلمبیا برای مواجهه با بحران بیش مصرفی در 2 سال گذشته تیم‌های ویژه اووردوز تشکیل داد. در سال 2017 در استان بریتیش کلمبیا ما نزدیک به 23,000 مأموریت اووردوز داشتیم. رقم خیلی بزرگیه و از نظر عملیاتی خیلی دشوار. تو ونکوور اونم فقط تو داونتاون ایست ساید که کل محدودش 400 متر در 400 متر، ما به 5,200 مورد اووردوز پاسخ دادیم. امدادگرای ما به طور متوسط دارن روزی 130 آمپول نالوکسان تزریق میکنن. با همه اینها متاسفانه آمار هنوز داره بالا میره. The numbers unfortunately are increasing. این امدادگران که اکنون تعدادشون به 20 واحد رسیده، در طول روز در سطح شهر و مناطق پرخطر گشت زنی می‌کنند تا در صورت دریافت مأموریت یا مشاهده افراد مشکوک به اووردوز هر چه سریع‌تر به اونها کمک کنند. برای همراه شدن با 2 نفر از این امدادگران، باید ابتدا آموزش تنفس ایمن در محیط‌های پرخطر رو می‌گذروند. ما برای کمک اینجاییم، اوکی؟ برای کمک. متاسفانه اون بیمار دچار آسیب مغزی شده بود. برای مدتی طولانی بیهوش افتاده بود. نالوکسان اثر کرده بود. تنفسش خوب بود. مردمک چشمش ریز نبود دیگه، اما نمیتونست به هوش بیاد و بدنش حرکت‌های نامعمول می‌کرد. در این وضعیت 2 حالت ممکنه روی داده باشه. اول ضربه به مغز بر اثر زمین خوردن که خب ما جای ضربه رو سرش ندیدیم. دوم اینکه مغز به علت نرسیدن اکسیژن آسیب دیده. متاسفانه این مورد خیلی زیاد پیش میاد. اگر نمی رسیدیم مرحله بعدی ممکن بود که ایست قلبی باشه. یه ماموریت داریم. با گروه ویژه اورژانس ونکوور بازن یک ماموریت هستیم. گفتیم که یک مرد بیهوشه و نمیتونه نفس بکشه به خاطر اینکه بیش از حد مواد استفاده کرده. بیهوش اومده، شما میتونید برید. بیهوش بیارن و الان دیگه این ماشین گروه ضربت آزاد هستش برای ماموریت بعدی. جنسی که امروز پخش شده تو خیابون خیلی قوی تر از معموله. هم خیلی طول میکشه و هم نارکن بیشتری باید بهش تزریق کنیم تا به هوش بیاد.
اینجا همون جاییه که چند دقیقه پیش بودیم، منتها اون مورد اول روی خیابون بود، این مورد دوم توی ساختمون اتفاق افتاده، ساختمونی که ما اجازه نمیدن توش فیلم برداری بکنیم، اما نشون میده که در عرض یک ساعت سه تا مورد تقریبا در یک مساحت کمتر از 500 متر مربع. ایتیاد تو داونتاون ایست ساید خیلی متراکم و اوریانه. شما به وضوح تو کوچه ها میبینید. ولی واقعیت اینه که همه جای مشکل هست. هر کسی میتونه معتاد بشه. ما تو شهر سوری مشکل جدی داریم. اما همه جای شهر مشکل هست. آدم هیچ وقت نمیدونه که کی چه وقت داره مصرف میکنه و کجا و کی ممکنه اووردوز بکنه. این تیم با دو نفر کارش رو شروع کرد. حدود یک سال و نیم پیش و در اوج اپیدمی اووردوز. این بدترین بحران در سابقه کاری 30 ساله منه. اگه کسی رو دیدین که رنگ و روش کبود شده و نفس نمیکشه، باید سریع به اورژانس زنگ بزنید. یا اگر دیدین داره از هوش میره. Or their level of consciousness, their mentation is not normal. اونایی که اونجا هستن تا وقتی که شما میرسین چی کار میکنن؟ So if they're comfortable, artificial respiration, so breathing. اگه میتونید تنفس مصنوعی بدید به قربانی، اگه قلبش نمیزنه احیای قلب مصنوعی. So in terms of the demographics, از نظر آماری باید بگم اعتیاد سراغ همه میره. هر کسی ممکنه اووردوز بکنه. فرقی نمیکنه فقیر یا پولدار، با سواد یا بی سواد. برای همینی که ما همیشه توصیه میکنیم اولا در تنهایی مصرف نکنید، دوما اگه کسی رو دیدید اووردوز کرده به اورژانس زنگ بزنید. نگران نباشید، ما برای کمک میاییم، نه برای قضاوت کردن. خوبی؟ باشه، فقط میخواستم مطمئن بشم. سیاست مبارزه با مواد مخدر ما میگه هدف ما معتاد نیست، طرف حساب ما قاچاقچیه. البته که معتادها رو هم اگه مثلا نزدیک مدارس یا مکانهای عمومی و پارک بچه ها مصرف کنن بازداشت میکنیم. تو سال 2006 دستورالعمل جدیدی برای مواجهه با اووردوز در نظر گرفتیم. برای اینکه مردم رو تشویق کنیم موقع اووردوز به اورژانس زنگ بزنن، قرار شد تو مواردی که اووردوز عادیه و مرگی اتفاق نیفتاده، پلیس به محل اعزام نشه تا مردم نگران سوء سابقه و اینا نشن. بخش مهمی از فنتانیل غیرقانونی تو ونکوور از چی میاد؟ از طریق پست. قبلا پلیس دنبال کشف محموله های سنگین و کیلویی بود، اما حالا فقط چند گرم میتونه صدها بسته بشه و چندین نفر رو بکشه. بخش بزرگی از اووردوز های مرگبار به علت مطلع نبودن مصرف کنندگان از میزان خلوص یا اضافه شدن فنتانیل به بسته های مواد مخدر اونها روی میده. همزمان ردگیری و مبارزه با توزیع غیرقانونی فنتانیل هم بسیار دشواره. فنتانیل یه داروی قانونیه که در بیمارستان‌ها به ویژه در زمینه بیهوشی کاربرد داره. بحران از اونجا شروع شد که در سال 2014 متوجه شدیم در ونکوور فنتانیل وارد بازار مواد مخدر شده. از اریک بکلر خواستم به هم نشون بده که چطور وقتی قاچاقچی‌ها فنتانیل رو به مواد اضافه می‌کنن، بعضی بسته‌ها باعث اووردوز و کشتن مصرف کنندگان میشه. شکر سفید رو به جای موادی که معمولاً باهاش خلوص ماده مخدر اصلی رو پایین میارن استفاده میکنیم و این شکرای آبی هم مثلا فنتانیل یا مشتقات شبیه اون. قاچاقچی ها معمولا فنتانیل رو 1:100 قاطی میکنن، یعنی مثلا 1 میلی گرم فنتانیل و 100 میلی گرم چیزایی که قاطیش میزنن. معمولا یه بست مواد خیابونی که توش 1 میلی گرم فنتانیل داره. قاچاقچی ها هم معمولا با همین مخلوط کنها کار میکنن. ببینید خیلی سریع میشه تشخیص داد.
ببین این همون جنسه که الان مخلوط کردیم با همون خلوص 1:100. اما مثلا اینجا رو ببین، با همین بغلش مقایسه کن، این تقریبا هیچ شکر آبی توش نیست، در صورتی که این یکی پر از دونه های آبی. این اون بسته ایه که به راحتی مصرف کنندش اووردوز میکنه. حتی با وجود اینکه ما دقیقا 1:100 مخلوط کردیم، اما موضوع اینه که یک میزان پخش نمیشن و یک بسته با بسته دیگه خلوصش فرق میکنه. هروئین 2 برابر مورفین قدرت داره. فنتانیل 100 برابر مورفین قدرت داره. ببین خیلی کمه، فقط چند تا دونه، خیلی ریزه. اصلا دیده نمیشه. الان دیگه تو ونکوور هروئینی تو بازار نمونده. هرچی هست یا فنتانیل یا مشتقاتش که تو کف خیابون دست به دست میشه. هر جا که بازار مواد مخدر مورفیندار وجود داره، دیر یا زود باید منتظر ورود فنتانیل باشن. چرا؟ قضیه ساده است. موضوع صرفه‌جویی در هزینه است. وقتی قاچاقچی‌ها هزینه ترانزیت بین‌المللی چند کیلو هروئین رو در برابر فقط چند گرم فنتانیل محاسبه می‌کنند، خب فنتانیل خیلی ارزان‌تر در میاد براشون. فرق قاچاق فنتانیل با بقیه مواد اینه که همه میتونن برن تو اینترنت و در اون بخش تاریک وب فنتانیل سفارش بدن. بعدش هم می‌بینیم که فنتانیل رو با استفاده از بیت کوین و این پولای مجازی خرید و فروش می‌کنن که امکان ردگیریش برای پلیس بسیار دشوار. و آخر سرم از طریق پست میفرستنش. ونکوور نخستین شهر آمریکای شمالیه که روش‌های کاهش آسیب رو از 20 سال پیش گرفته. این شهر سیاست‌هایی چون توزیع سرنگ، کاندوم رایگان و ایجاد مراکز تزریق سالم رو به عنوان ستون 4 مبارزه با مواد تعیین کرد. به این امید که در کنار 3 ستون دیگه، یعنی پیشگیری، درمان و مبارزه پلیسی، پلی ایجاد کنه میان اعتیاد پرخطر و خدمات مددکاری درمانی. وقتی خونتون آتش گرفته دیگه وقت حرف زدن از پیشگیری نیست. باید سطح آب بردارید و بپاشید رو آتش. برای نتیجه گرفتن از سیاست 4 ستونی باید اجراش کنید، نه اینکه فقط دربارش حرف بزنید. ونکوور اجرای سیاست 4 ستونی را آغاز کرد، اما کامل اجراش نکرد. علتش هم تغییرات سیاسی بود. مهمترین چیز اینه که باید اول جامعه، مسئولان محلی و کشوری و رهبران بیان جلو و بگن که روش‌های فعلی جواب نمیده و شکست خورده و حالا باید دنبال روش‌های جایگزین رفت. We need to explore alternatives. Yeah. The towers. What we're seeing in Vancouver now. اون چه در ونکوور داره روی میده، شاهد دیگری بر شکست سیاست‌های مقابله با مواد. هزاران نفر دارن بر اثر اووردوز با فنتانیل میمیرن. فنتانیل غیرقانونی. مردم میرن یه ماده مخدر مثل هروئین بخرن، اما در حقیقت اون فنتانیله. بنابراین آدما میمیرن چون نمیدونن چی دارن مصرف میکنن. این نتیجه مستقیم ممنوعیت مواد مخدره که اجازه کنترل کیفی بر بازار عرضه مواد رو نمیده. اون مرز داونتاون ایست سایده. بیشتر قربانیان اووردوز الان زنده بودن. اگه تحت یه سیستم مشخص مواد خودشون رو دریافت و در یک محل ایمن مصرف میکردن. ما هنوز 2 پهلو حرف میزنیم. از یه طرف میگیم اعتیاد یه بیماری مزمن و عود کننده است، یک معضل بهداشتی و پزشکیه، اما در عمل چه کار میکنیم؟ پلیس زیاد میکنیم، بر خود قضایی زیاد میکنیم. حالا کار داریم. حتی اینجا تو کانادا که ما در مواردی پیشگام بودیم، هنوز تا تغییر واقعی از نگاه مجرمانه به روی کرده بهداشتی خیلی راه داریم. آدم ها برای تغییر زندگیشون اول باید زنده بمونن. اگه گفتی معتادا چجوری میگن خداحافظ؟ میگن وایسا همین الان برمیگردم. داری میری؟ از هیچ کی ناامید نشین، همه میتونن عوض بشن. اگرم نخواستن عوض بشن هیچ اشکالی نداره. آموزش رو شروع کنید. بیا تری. اووردوز کرده، بلندش کن.
هر 3 تا 4 ثانیه یک تنفس میدین. از اینا برای تنفس مصنوعی استفاده کنید. اینجوری بزنید که محلول بره پایین. بعد بکشینش تو سرنگ. نارکم باعث میشه چونه‌شون شل بشه و بعد راحت میشه لوله اکسیژن رو فرستاد پایین. خوبی اینجا اینه که ما میتونیم فوراً به اووردوز یا بیش مصرفی رسیدگی کنیم. It's July 31st. I'm Sarah Blythe. This is the Overdose Prevention Society. سال 2016 بود. من تو بازارچه محلی اینجا مدیر بودم. مردم هر دقیقه می اومدن و می گفتن تو کوچه پشتی یا تو پیاده رو یکی اووردوز کرده. ما هم آمپول نارکن بر می داشتیم و منم که سالها تو این سایت کار کرده بودم و می دونستم چی کار کنم، می رفتیم نجاتشون می دادیم. داوطلبایی که تو مؤسسه ما کار میکنن یا خودشون قبلا اعتیاد داشتن یا هنوز دارن و اینجا به هم دیگه کمک میکنن. ما هفته یه بار آموزش میدیم که چطور میشه جون یه نفر رو از اووردوز نجات داد. مهمترین قضیه اینه که این افراد خودشون به خودشون کمک کنن. ما جون آدما رو اینجا نجات میدیم. جون هزاران نفر در سراسر کانادا به علت وجود چنین مراکزی نجات پیدا کرده. اما این کافی نیست. ما باید مطمئن بشیم که افراد به ماده مصرفی سالم دسترسی دارن. اینجا ما از خیلی ها میشنویم که آدم ها به خاطر مشکل جسمی یا روانی رفتن دکتر و دکتر بهشون مسکن شبه مورفینی داده. بعد کم کم معتاد شدن و دوز مصرفشون بالا رفته تا جایی که نسخه دکتر قطع شده و بعد اونا افتادن تو خیابون دنبال مواد مخدر مورفین دار. حالا اونا که به علت تصادف جراحت داشتن و درد میکشیدن یا مثلا رو صندلی چرخدار مینشستن، باید علاوه بر درد سرای این جراحات با اعتیادم سر و کله بزنن و این موقعیت اسفناکی رو براشون به وجود آورده. خطرناکترین چیز در مورد اووردوز اینه که 2-3 دقیقه ازش بگذره. هر دقیقه مهمه. اگه دیر برسین ممکنه آسیب مغزی ببینه یا بعداً تو بیمارستان بمیره. ما باید مطمئن بشیم که اگه افراد کمک لازم داشتن، امکان کمک رسانی رو داریم. در حقیقت کمک بلند مدت، نه امداد و نجات آنی. اگه میخوان ترک کنن، امکانش باید مهیا باشه. نه جایی که کثافت از در و پنجرش میریزه، پر از سوسک و موشه و دیوارا کپک زدن. معلومه که هر کسی در چنین شرایطی زندگی کنه و یا شب تو خیابون بخوابه، صبح که بلند شد به خودش میگه باید یه چیزی بزنم که بدبختیام یادم بره. اوایل آمپول و سرنگ نداشتیم و ناچار میشدیم بریم از مراکز دیگه مثل این سایت تهیه کنیم، ولی کم کم دیدیم باید خودمون تجهیزات کافی داشته باشیم. ما این کیت‌های نالوکسان رو برای نجات مردم استفاده می‌کنیم. همه جا در مراکز پیشگیری از اووردوز تو ونکوور میشه یکی از اینا مجانی گرفت. معمولاً توش 3 تا سرنگ و 3 تا آمپول نارکن هست. اینم مخصوص نفس مصنوعی دادنه که اگر لازم شد دهن به دهن تنفس بدین. آمپول رو اینطوری بکشید تو سرنگ. حالا نارکن آماده است. ما معمولاً میزنیم اینجا، تو کشاله رون. دقت کنید که چیزی توی جیبش نباشه یا چیزی راه سوزن رو نگرفته باشه. ما اول با مؤسسه گوفاندمی شروع کردیم. مردم کمک مالی میدادن و ما هم تجهیزات میخریدیم. بعدش دولت دید که کار ما نتیجه داده، شروع کرد بهمون مجوز دادن و کمک کردن. ما بیش از 100,000 مراجعه در سال داریم و تا حالا هیچ کس داخل مرکز ما از اووردوز نمرده. We got tin foil right here, man. Okay, thanks. Now I'm gonna go get high. Right on.
داستان اومدن من به داونتاون ایست ساید اینطوری شروع شد که من توی یه بار کار گرفتم. نوازنده یه گروه پانک راک شدم و سبک زندگی اونا رو پیش گرفتم. بعد کم کم خیلی بهم خوش گذشت و رفتم سراغ مواد، در حالی که قسم خورده بودم هرگز نرم سراغش. اوایل که مفلوک شده بودم مردم میذاشتن رو کاناپه خونه‌شون بخوابم، اما اینقدر دزدی کردم که دیگه تو سال 2012 هیچ کی نمیخواست ریختمو ببینه. اونقدر خراب شده بودم که تو پیاده رو مردم منو میدیدن بچه‌شون رو کنار میکشیدن. انگار من زامبی بودم، یه مرده متحرک. این برخوردشون خیلی برام سنگین بود. اعتماد به نفسم رو نابود میکرد. تو اون روزا فقط بهداشتیاران مرکز تزریق ایمن این سایت بودن که با من مثل یه آدمیزاد رفتار میکردن. این سایت که هم سارا و هم تری از اون صحبت کردن اینجاست. نخستین مرکز تزریق سالم در آمریکای شمالی که افتتاحش در سال 2003 یک اقدام انقلابی محسوب میشد. اما حالا قبله‌ای شده برای حامیان برنامه‌های کاهش آسیب در آمریکا و سایر نقاط جهان که تقریباً هر هفته یک گروه از اونها برای بازدید و الگوبرداری از این سایت به ونکوور میان. مراجعان میان اول اینجا، از روی میز هر چی برای مصرف لازم دارن برمی‌دارن. سرنگ، شمع، بند پلاستیکی، کبریت. بعدش میان اینجا پشت این میزها که نور داره و روشنه میشینن. آینه هم داره که بهیارا بتونن از دور حواسشون به اونها باشه. این سایت از زمان آغاز بحران فنتانیل حدود 600 مراجعه در روز داره. ما و یه مرکز دیگه‌مون روی هم روزانه حدود 1000 مراجعه داریم. اما از زمان باز شدن این سایت و بقیه این مراکز حالا یک مورد هم مرگ ناشی از اووردوز نداشتیم. Hold it by the blue side. And in the 15 years since Insight was created, تو خودت میدونی ظرف 15 سالی که این سایت باز شده ما کلی گرفتار دادگاه و تحقیقات بودیم تا بتونیم اینجا رو باز نگه داریم. اما با شروع بحران فنتانیل طی چند سال گذشته حالا دولت بیشتر متوجه ضرورت چنین مراکزی شده و الان 20 مرکز مثل این رو در همه جای کانادا باز کرده. I started with the Vancouver Police Department in 1996. من 22 سال پیش وارد پلیس ونکوور شدم. اون روزا کارم شده بود از یه مورد اووردوز به مورد دیگه اعزام می‌شدم. تو دانتانی سایت، جایی که بیشتر دوران خدمتم اونجا بودم. اون روزا وقتی از برنامه توزیع سرنگ رایگان یا تأسیس مرکز تزریق سالم حرف زده می‌شد، من مخالف بودم. چون واقعا درکش نمی کردم. من سال 2001 از داونتاون ایست ساید به جای دیگه ای منتقل شدم. وقتی داشتم می رفتم ماموریت، تازه چند تا خودرو ون توزیع سرنگ توی خیابونا را افتاده بودن. وقتی 10 سال بعد یعنی 2011 برگشتم، گروهبان و مسئول واحدهای گشت‌زنی در داونتاون ایست ساید شده بودم. وقتی نبودم این سایت باز شده بود. اولین چیزی که به چشم اومد این بود که دیگه از این اووردوز به اووردوز دیگه اعزام نمی شدیم. من اینو مدیون مرکز تزریق سالم یعنی این سایت می دونم. می دونین 500 نفر روزانه میرن این سایت. اینطوری شد که من خیلی زود شدم طرفدار سیاست های کاهش آسیب. ببین شیب بحران داره کم کم میشه شکل کله قبل. نمیخوام زود نتیجه بگیرم، اما انگار داریم نمودار رو بهش انحنا میدیم، چون این اواخر کلی برنامه درمان نگهدارنده راه افتاد. کاری که سیاست کاهش آسیب میکنه اینه که آدما رو زنده نگه میداره تا وارد سیستم درمان بشه. برای همینم تو 4 سال گذشته پلیس ونکوور سعی کرده مسئولان رو وادار کنه به درمان توجه بیشتری بکنن. ما باید سیستم درمانی آماده و پذیرایی داشته باشیم. باید جایی باشه که وقتی این آدما احساس کردن که آماده هستن که مواد کنار بذارن و خواستن ترک بکنن، بشه اونا رو سریع از خدمات درمانی بهره‌مند کرد. الان تو سال 2018 که میفهمم چقدر وجود جاهایی مثل این سایت مهمه. من بی نهایت مدیونشون هستم. اون موقع که مصرف میکردم خیلی متوجه نبودم. البته میدونستم که نمیخوام به علت اعتیاد بمیرم، واسه همینم میرفتم این سایت. اما الان میفهمم که چطور اونا منو حفظ کردن تا بالاخره به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم ترک کنم. آخرین باری که یه ماده مخدر رو استفاده کردم 29 ژانویه 2016 بود. همه میتونن عوض بشن، نه؟
از هیچکی ناامید نشین. من 30 ساله که ساکن داونتاون ایست سایدم. از 11 سالگی اینجا بودم. 11 سالم بود که مادرم منو فروخت. خودش هم کارگر جنسی بود. 13 سالم که شد دیگه حرفه‌ای شده بودم. برای همین مستقل شدم و تا همین 5 سال پیش تو خیابونا کار میکردم. پنج سال پیش دیدم دارم پا به سن میذارم. دیدم کلی از دوستام به قتل رسیدن. به خودم گفتم باید کنار بکشم. شروع کردم کمی تو بازار سیاه کار کردن به جای که کنار خیابون بیستم. اول یه سرپناه میخواستم تا مجبور نباشم تو خیابون کار کنم. و وقتی اومدم اینجا انگار همه چی افتاد رو قلتک. SRO بزرگترین اتفاقی بود که برای من افتاد. این روزا تو مستند و فیلم‌ها بازی میکنم، اما وقتی کار نیست بی پول میشم. البته یه کارایی این برام بر میکنم. کمک از اینه دولتی هم میگیرم. ماهی 800 و خورده ای. ماهی 375 دلارم اجاره میدم. خیلی چیزا تو این محله دیدم، اما اپیدمی فنتانیل چیزیه که به عمرم اینجا ندیده بودم. از اینکه یه دفعه یه چیزی بیاد و زندگی رو از کل محله جارو کنه ببره. هستینگز دیگه مثل قدیما نیست. 55 تا از دوستای من به علت اووردوز مردن. اوایل طوری شده بود که هر هفته 3 تا تشییع جنازه میرفتم. اینو میشناختم. فکر کردم مرده، اما خیلی مطمئن نیستم. She's still alive. این هنوز زنده است. مدت زیادی با هم زندگی کردیم. اینم آشناست. تازگی ها دیدیش؟ سال هاست ندیدمش. مهم نیست درباره داونتاون ایست ساید چیا میگن، اما ما اینجا خیلی حساس و نگران هم هستیم. فکر میکنی 5 سال دیگه کجا باشی؟ مطمئن نیستم. نمیدونم 5 سال دیگه سقفی بالا سرم هست یا نه. اینجا همه نگران آینده هن. مخصوصا نگران مسکن. نگرانن که نکنه این جایی رو که بهشون دادن از دست بدن. هرچی بیشتر آدم ها میمیرن، جای خونه های حمایتی اونا برج میسازن و میرن بالا. به نظرت آخر این بحران کجاست؟ آخر این بحران محو کامل داونتاون ایست ساید. آخر قصه همه ما. کی میدونه من 5 سال دیگه کجا. داره به نفع اونایی که به دنبال ساخت و ساز اینجا بودن کار میکنه، نه به نفع بدبخت بیچاره اینجا، آدمایی مثل من. 5 سال کار نکردم، اما میدونم کار کردن تو خیابون یعنی چی. اینجا گوشه من بود. اینجا بان میسادم. کار راحتی نیست. این دخترها هزار تا بدبختی و کثافت می‌بینن. چهل و هشت سالمه. از 14 سالگی تو خیابون کار کردم. اولین دستمزدم رو تو این هتل گرفتم وقتی 11 سالم بود. مادرم رو همینجا کشتن. یه رابطه عشق و نفرت دارم با این هتل. Like this to me is very sad. مخروبه شدنش برای من ناراحت کننده است، اما همزمان خوبه چون قراره تعمیر بشه برای اسکان بی خانمان ها. Housing for different people and it's like the end of an era. یه جورایی انگار پایان یه دورانه. The end of my story really. و پایان قصه من در حقیقت. بخش شرقی مرکز شهر ونکوور جدا از حال روز امروزش برای بیش از نیم قرن قطب اصلی تجارت و هنر این شهر بود. در این عکس که 100 سال قدمت داره کتابخانه قدیمی کارنگی رو میشه دید که امروز شهرت خودش رو به کتابخانه مرکزی ونکوور با معماری مجلل و مدرن میده. 11 سال پیش که من تازه به این شهر اومده بودم، یکی از محورهای اصلی انتخابات شهرداری معضل بی خانمان ها در داونتاون ایست ساید بود.
در اون ایام گیورگ رابرتسون یکی از شعارهای اصلی کارزارش رو ریشه‌کنی بی خانمانی انتخاب کرده بود. شعاری که می گفت از طریق واگذاری سویت های یک نفره با اجاره پایین و یا بازسازی و ساخت مجتمع های جدید برای اسکان بی خانمان ها عملی خواهد شد. حالا بعد از 10 سال در حالی که آقای رابرتسون روزهای آخرش رو در شهرداری میگذرونه، خیلی ها شعار اون رو تحقق نیافته و سنگ بزرگ ارزیابی میکنند. تو 10 سال گذشته افزایش چشمگیری نداشتیم. معنیش اینه که تونستیم با اسکان دادن هزاران تن اوضاع رو کنترل کنیم. اما با ادامه رشد قیمت مسکن و پولدارتر شدن پولدارا و فقیرتر شدن قشر محروم، مشکل همچنان پابرجاست. آدم‌ها به ونکوور میان و در داخل شهر هم گاه جابجا میشن. بنابراین اگرچه رشد خیلی کمی داشتیم، آمارها تقریبا توی این 10 سال ثابت بود. مشکل دیگه‌ای که موزل رو بغرنج‌تر می‌کنه اپیدمی اووردوز یا بیش مصرفیه. متأسفانه صدها تن جونشون رو از دست دادن. امسال تا اینجا بیشتر از 200 تن و پارسال هم 365 نفر، یعنی هر روز یک نفر جونش رو به علت اووردوز یا بیش مصرفی توی ونکوور از دست داده. فکر می‌کنید مثل اواخر دهه 90 که فیلیپ اوون شهردار بود و فشارها باعث آغاز برنامه‌های کاهش آسیب در اینجا شد، الان هم بحران فنتانیل فصل جدیدی تو سیاست‌های کلان مواد ایجاد می‌کنه؟ فکر کنم این بحران خیلی بدتر از فاجعه‌ای باشه که در دهه 90 داشتیم. اون زمان هم افراد بر اثر مسمومیت با مواد یا بیش مصرفی جان می‌دادن. بحران هیپاتیت و ایدز هم بهش اضافه شده بود. ما از اون تراژدی خیلی آموختیم. باعث شد که ساختارهای کاهش آسیب رو ایجاد کنیم، اما سیستم درمانی به اندازه کافی ایجاد نشد و سیاست‌ها در سطح استانی و فدرال اصلاح نشد. برای همین هم حالا متاسفانه هزاران تن باید بمیرن، چرا که سرمایه گذاری لازم در درمان صورت نگرفته و ساختار سیستم بهداشتی مرتبط با اعتیاد و بیماری‌های روحی روانی عوض نشده. باید قبول کرد که یک کلید طلایی برای حل مشکل وجود نداره. سیستم درمانی ما معیوبه در سراسر کانادا. درسته که ونکوور بدترین وضع رو داره، اما آلبرتا هم همینه. آنتاریو و تورنتو هم همینه. همه جا آمارا داره به سرعت بالا میره. The numbers are going up sharply. Three, youth park room, combined response, Vancouver. در ونکوور آتش نشانان و آمبولانس ها به طور همزمان به ماموریت های اورژانس اعزام میشن و به علت نزدیکی جغرافیایی ایستگاه های آتش نشانی معمولا اونها اولین گروه امدادی هستند که به محل میرسن. ما هم به سانحه و هم موارد پزشکی پاسخ میدیم. حتی اگر حضورمون مفید نباشه، میریم که مردم احساس حمایت کنن. این برای خانواده و قربانی هم دلگرمیه. پایگاه شماره 2 آتش نشانی ونکوور یکی از شلوغ‌ترین پایگاه‌های آتش نشانی در تمامی قاره آمریکای شمالی است. اونها در طول 2 سال گذشته به طور متوسط هر ماه بیش از 1100 تلفن دریافت کردند. بیشتر اووردوزا تو دانتان ایستساید اتفاق میفته، اما اونایی که بیرون از این محله اووردوز میکنن 4-5 برابر بیشتر در معرض خطر مرگن، برای اینکه تو تنهایی مصرف و اووردوز میکنن و نالوکسان هم تو خونه ندارن یا اینکه شرم دارن از مصرفشون به اطرافیان چیزی بگن. بیا تو شری، ما مشغول فیلم برداریم. When you lose a child, it's the worst. هیچ چیز مثل از دست دادن بچه آدم نیست. مرگ اولا روی ذره ذره وجودم اثر گذاشت. اولا مدتی بود که اعتیاد داشت. گویا 3 سال قبل هروئینی تزریق میکنه که فنتانیل داشته. موقع مصرف تنها نبوده، ولی رفیقش بلافاصله او رو ترک میکنه و اولا رو بعداً توی راپله ها پیدا میکنن. میدونین مهمترین چیز تنفس مصنوعی تا آمبولانس برسه. اگه براتون راحت نیست، لباستون رو بکشید روی دهنتون و بعد تنفس مصنوعی بدید. اسم من لوزیو سالیوانه. پسرم پاتریک و ژانویه پارسال بر اثر اووردوز از دست دادم. چیز زیادی ندارم بگم جز اینکه انگار زمین رو یهو از زیر پاتون میکشن کنار. من 3 تا بچه دارم. بچه کوچکم تریستن اووردوز کرد. 21 سالش بود. از 15 سالگی اعتیاد داشت.
من به گروه مادران علیه آسیب پیوستم چون دنبال راهی برای سر کردن با مرگ برادرزاده‌ام جاستین بودم. جاستین تیر پارسال بر اثر اووردوز با فنتانیل درگذشت. این کنیه، اینجا 10 سالشه. اینم مری جینه. بخش مهمی از کار ما مبارزه با داغ و ننگ اعتیاده تا بلکه مردم بتونن به اعتیاد به عنوان یک بیماری نگاه کنن و نه جرم. بعضی روزا کم میارم چون ما داریم تقریبا هر روز عضو میگیریم. با همه امکانات و رفاهی که ما تو خونمون داشتیم، با همه کتاب خوندنها و خدماتی که برای بچه هامون فراهم کردیم، باز اعتیاد به خونه ما اومد. میدونید داغ فرزند یا دلنگرانی والدین برای بچه ناخوش یه حسیست که طبقه اجتماعی، نژاد و زبان نمیفهمه. داغ فرزنده. قصه دار شدن مادر و پدره. گروه مادران علیه آسیب که از 2 سال پیش شکل گرفته، هم اکنون بیش از 500 عضو دارند. اونها علاوه بر کمک به همدیگه برای تحمل داغ از دست دادن عزیزانشون، در زمینه تغییر سیاست‌گذاری‌های مربوط به درمان اعتیاد و فشار به سیاستمداران هم به طور فعال مشارکت می‌کنند. ما در بریتیش کولومبیا و کانادا متوجه شدیم سیستم بهداشتی و پزشکی ما در زمینه دانش اعتیاد و مواد خلأ داره. برای همین کار ما اینجا تهیه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های آموزشی بر اساس تحقیقات دانشگاهی و تجربیات بالینیه. به همین علت هم همیشه گروه‌های مرجع، یعنی والدین، اعضای خانواده، افراد تحت درمان و معتادان فعلی و بهبودیافته رو در تهیه این متون مشارکت میدیم. The recovery system in BC. We play a role as advocates to try to change policy. ما اینجا نقش مدافع حقوق معتادان رو ایفا می‌کنیم تا سیاست‌گذاران رو وادار به اصلاحات کنیم. هدف اصلی رسیدن به خدمات درمانی و مراقبتی بهتر برای معتاد، ننگ‌زدایی و رعایت شأن معتاد توی مطب دکتر و بقیه جاهاست. What our main thrust is right now. الان هدف اصلی ما پاک کردن ننگ از چهره معتاد و جرم زدایی از اعتیاده. البته توی بلند مدت به دنبال قانونی کردن مصرف همه موادیم تا افراد بر اثر مسمومیت مواد خیابونی نمیرن. کارهای داوطلبانه و کمپین‌هایی که این گروه از مادران در 2 سال گذشته صورت دادن، به شکل‌گیری یک عزم ملی برای مبارزه با بحران اووردوز کمک فراوانی کرد. نمیتونم بگم چقدر از شما ممنونم. ما به شما افتخار میکنیم. ونکووری که من 10 سال پیش ترک کردم بسیار بشاشتر از امروز بود. فنتانیل این شهر تا مرز استیصال پیش بود. با وجود این، جنب جوشی که در لایه‌های مختلف این شهر شکل گرفته، در 1 سال گذشته از شیب تند نمودارها کاسته و با وجود بیشتر شدن فنتانیل در بازار مواد مخدر غیرقانونی، تونسته تعداد مرگومی‌های ناشی از اووردوز رو ثابت و تا حدودی پایین بیاره. بنابر اونچه که در این چند روز اینجا دیدم، این شهر یک بار دیگه مثل اواخر دهه 90 میلادی بستر انقلابی جدید در زمینه مبارزه با مواد خواهد شد. انقلابی که این بار خواسته هاش پاک کردن ننگ از چهره معتاد، جرم زدایی از مصرف مواد و سرمایه گذاری کلان در زمینه درمان. جنبشی که به احتمال زیاد پیامدهای اون همچون 2 دهه گذشته الگوی جدیدی برای سایر نقاط جهان خواهد شد. نقاطی که دیر یا زود، خواسته یا ناخواسته، باید منتظر ورود فنتانیل به بازار مواد مخدر خودشون باشه.